ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه‌هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن. دو برادر سعی میکنن بچه‌های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن، ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور اینکه اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده از این کار خودداری میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آخه قربان از بس ماچ تو ماچ شده آدم نمیدون کیو برای چی ماچ میگیره. بس دیگه. امیدوارم این مسافرت ماه عسل به هر دوی شما خوش بگذره. این ماه عسل هم از اون رسمای خوبه. آه که من میمیرم برای منم میمیرم. گوشه دل خلوت بعد زیبا با در دامن طبیعت از عروس و داماد کنار هم در آغوش هم چه لحظه پرشوره. مرد چه خبره داره؟ شما خیال رفتن تو عوالم ماه اثر اون لحظه های پرشورشه که آدم اصلا بسه دیگه. زودتر مطلب اصلی رو بگو. کدوم مطلب رو؟ تفسره دو از ماده چهار. راست بگی، این کار کار رابی میگم رابی، این کار بگو. راجب تفسره دو از ماده چهار وصیت نامه تو بهشون بگو. اون با من آره، تا اینا صاحب بچه نشن که ارث و مرث باقی به ما نمیرسه. والله قربان هرچی باشه شما بزرگترین، بهتر موضوع بچه دار شدن خودتون بشه. آره راست میگم، خودم بهشون میگم. در ضمن بخواستم بهتون بگم خدا بیامرزه مرحوم مادرتون. تو همون شبای ماه اول عروسی بود که 13 سفرم بود. خدا تو رو ببادر. مقصودشون اینه که تفسیری دو از ماده چهار رو تو همون ماه رو پشت بون اجرا کردن. حالا پسرم باید کنی که تو پسر همین پدری. همین پسری. و تو دخترم باید ثابت کنی که دختر همین پدری. که پدر همین دختری. یعنی تفسیری دو از ماده چهار تو ماه اخر باید اجرا. نفهمیدم این تفسیری و ماده دیگه چیه؟ آخه میدونین خانددار جان خانددار شما بگی چی رو؟ همون مطلب رو دیگه راست و دمدش اینه که تو این ماه اصل باید صاحب یه چیز بشین، صاحب یه تفسیری دو از ماده چهار، یعنی صاحب یه بچه بشین. بچه؟ به من مربوطی نیست، تفسیری دو از ماده چهاره. ها شما صاحب یه بچه نشین، آقایونا نمیتونن اون ارث و میراث و باغ شمرون رو حفلو کنن. ولی قرار ما دیگه تفسیری و ماده نداره. خب حالا که پیدا شده حالا دیگه چی میگی؟ بالاخره هر عروسی یه تفسیری دو از ماده چهار بده. بریم. فیلم ستیز با بازی منوچهر وسوق و حاله محصول سال 1355. امیر و مریم قرار ازدواج میذارن، اما اتومبیل مریم به دره سقوط میکنه و روزنامه ها خبر کشته شدن اونو منتشر میکنن. زری دخترموی مریم که به امیر علاقه داره، نامه هایی که مریم به امیر مینویسه رو از امیر پنهون میکنه تا خودش رو به امیر نزدیک کنه. مریم بر میگرده و متوجه میشه که امیر و زری به هم علاقه مند شدن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. علی بایستا! بابا چه؟ چیزی نیست خانم، ناراحت نباشه. پس چرا چشای بچه همو بستی؟ والا چشماش خانم تقریبا صدمه دیده، اما امیدوارم که چیز مهمی نباشه. منظورتون اینه آقای دکتر؟ بچه خدای نکرده کور میشه. ما نهایت کوشش خودمونو میکنیم، البته دکتر چشم پزش باید تشخیص بده که اونم پس از معاینه و آزمایشات لازم نتیجه رو به ما اطلاع میده. Yeah.
شد آقا جمال، از دفتر زندان پرسیدی؟ آقا جمال با تو هم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خبر بدی وسط دارم، اما دلم میخواد طاقت داشته باشی. راجبه چی؟ راجبه بچه هد. تصادف کرده. فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بابا این آقا با شما کار داره. با شما کار داره. سلام جناب سروان. سلام. منو که به جا میاری؟ برو مامان کارت داری. چند وقت آزاد شدی؟ این دو سه روزی میشه. شما که ماشاءالله خوب ترقی کردین. لطف خدا بوده. اون بچه منه، اون پسر منه. بهتره اسمشو نیاری. شنیدی؟ اسمشو نیارم یعنی چه؟ اون دیگه پسر تو نیست، اون پسر منه، پسر زنمه. اون حتی تو خوابم نمیتونه تصور کنه که ممکنه همچین پدری مثل تو داشته باشه. اما اون جگرگوشه منه، اون پاره تن منه، اون یادگار زنمه، یادگار زندگیمه. این حرفا مال قصه هاست. بچه مال کسیه که براش زحمت کشیده، بزرگش کرده، تربیتش کرده، نه اونی که پس انداخته و گذاشته و رفته. جناب سروان شما رو به خدا این تنها چراغ زندگی منو خاموش نکنین. تو تمام اون شبا و روزای سخت و طولانی، تو اون دقیقه هایی که هر کدومش برام یه سال بود، همش لبخند بچم و تو آغوش کشیدنش بود که امیدوارم میکرد. تمام این سختی ها رو کشیدم به خاطر اینکه اونو دوباره ببینم. اون بچه منه، از خون منه. هیچ کس و هیچ قانون و قدرتی هم نمیتونه ازم جداش کنه. یه کمی عقلانه تر فکر کن. گوش کن صادق، مگه تو پسر تو دوست نداری؟ مگه آینده و خوشبختی اونو نمیخوای؟ خب پس باید فکر کنی ببینی اون از چه راهی خوشبخت میشه. اون اگه پیش تو برگرده چی میشه؟ ها؟ عاقبتش چیه؟ داستان فیلم جنوب شهر که تو سال 1337 ساخته شده راجب زن جوونیه که بعد از مرگ همسرش برای گذران زندگی گارسون یک کافه پایین شهر شده. زن جوون اونجا مورد توجه دوتا جاهل قرار میگیره که از دیرباز با همدیگه رقابت داشتن. وجود زن رقابت این دو نفر رو به مبارزه سخت تبدیل میکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. حمید کجاست؟ همینجاست. حمید، حمید بیا پیش دایی. حمید این مرتیکه کیه؟ فرهاد شوهرم. صداش کن قبل عقدتو نشونم بده. قراره همین روزا بریم شیراز عروسی بکنی. میری شیراز احمق؟ مگه تو بی صاحب افتادی که بلند میشه واسه خودت تو این شهر لعنتی شلوغ را میفتی که بعدم میخوای بری شیراز؟ چرا داد میزنی؟ چیکار کنم؟ گدایی کنم؟ مگه شوهرم که مرد تو رو قیم من کرد؟ از همه چیز با خبرم، از خونه اشرت. اون زن هر جایی که آبرو واسه فامیلش باقی نذاشت، رفیق جونجونیت که رفتی خونش را و چارو به تو نشون داد، بعدم داده دست اصغر و یک مشلات لوت دیگه. اون وقت عفت خواهر من، دختر کربلای حسین، کاسب سرشناس ساری که الان توی گور داره نفرینت میکنه، میشه گارسون کافه آمیتی. اونجام که حالش معلومه، پاتوق سی کرو لات چاقو کش و زن هرزه و دوز پس فطرته. خوب کاری کردم، دلم خواست، ناز شستم. پس میخواستی بشینم بغل دستت امر و نهی تو رو گوش کنم یا وقتی میری زندون وسط ها شله بیارم؟ بفشو دست رون بلند نکنی یا بله هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. بهت بگم خیال نکنی یا تو هر گوری میخواد داری برو، اما نمیذارم این بچه تو بغل یه زن بدکاره بزرگ بشه. خوبه هرچی باشه بازم من نمیذارم این بچه رو با خودت ببری. یالا بچه مادر رو نمیگیره. نمیخوام لعنت دنیا و آخرت رو واسه خودم بخرم. بدش به من. بچه منو بلکن. بچه مال منه. بچه مال منه. بلکن.
یادش باد. بچه ما بیل کن. بچه رو کجا میبری؟ با تو چه مربوطه؟ به من چه؟ بچه ای منه. بارو مردی که با اون زن هر جه چاک دهن تو به من میزنم دکو پوز تو داغون میکنم. بابا جون بارو دنبال کاره میزنه لو لوردت میکنه. چه؟ بچه رو ببینم. اینجا بارو پی کاره. فیلم قسم که تو سال 1354 ساخته شده از این قراره که همسر رضا که قصد ترک همسر و بچه‌شو داره با پسرخاله رضا همدست شدن تا از رضا دزدی کنن. رضا با دزدا درگیر میشه و به زندان میفته. بچه‌شو هم به یکی از دوستاش میسپره. رضا بعد از حبس با خواننده کاباره آشنا میشه و با اون قرار ازدواج میذاره. بخشایی از فیلم قسم رو با هم تماشا میکنیم. این وروجک مامانش دوست داره. آره دخترم، آره؟ آره من مامانم رو میخوام بابا. همه بچه ها مامان دارن، من ندارم. بچه ها به من میگن تو مامان نداری. مامانت مرده، مامان من نمرده بابا، مگه نه؟ برو اونو بیار پیش من، من اونو دوست دارم. اگه نیادش من فرار میکنم، اینقدر میگردم تو پیداش کنم. میخوام اون من شما بغلش بخوابه. بیا عزیز جان، بیا خودم میبرم میخوابن. برو دخترم. بابا جونم قربونت برم، من تورم دوست دارم. برو مامانم رو بیار. آخه منم باید مامان داشته باشم. تقصیر توی که من مامان ندارم. همش تقصیر توی تقصیر توی. بذار اون زن بیچاره مجبور شده برای لقمه نان برای آوازخوانی بکنه. از کجا که با همه این حرف از خیلی از زنهای دیگه خورسندتر نباشه. دیگه اسم اون زن رو نیار. چرا که نیارم؟ تو به اون فرصت دادی؟ تو اصلا از بعض زندگیش چیزی از او پرسیده بودی تا بفهمی برای کاری که میکنه گناهی داری یا نه؟ تو اصلا از خودت پرسیدی گناه زن اول چقدرش بکردن تو ها؟ یه ما گذشتی رفتی مسافرت انگار نه انگار که زن و بچه داری. خیال میکنی یه زن فقط دلش خوشی که شکمش سیر بشه؟ خب اگه اینجوری از هزار راه دیگه میتوانی شکم صاحب مردش سیر بکنه. ملوس به مادر احتیاج داره رزه. بعد از چند سال که در انتظار تو مادرش بوده یه دفعه اون زن جلوش سبت شده بون محبت کرده. حالا اونو میخواد. یعنی میگه چی کار کنم؟ هیچی، میخوام کاری رو بکنی که هر جوان مرد درستی ساده میکنه. بری سراغش بر نه حرفشم نسن. میخوام به حرفاش گوش کنی رضا، در دلش بفهمی، بعد قضاوت کنی که اون زن فاحشه است یا یه زن بدبخت درمانده ای که توی منجلاب افتاده. آرزو داره یه جوان مردی بیاد دستونه بگیر اونو برای عوض نه یه دوش بکنه. نه تاقی گفتم حرفشو نزن. برو رضا با تو میگم.